هر سال حدود 75 میلیون نفر قربانی جرایمی هستند که در اتحادیه اروپا رخ می‌دهد. برخی مورد حمایت قرار می‌گیرند و کمک‌های دریافت می‌کنند، اما بسیاری دیگر در این مبارزه تنها می‌مانند. اکنون در اروپا تلاش‌های انجام می‌شود تا لطمه دیگری از سوی سیستم به این قربانیان وارد نیاید. نه تنها کریس را از دست دادیم، حالا باید با سیستم قضایی هم مبارزه کنیم تا پرونده را دنبال کند، برای عدالت، برای خودم، برای خانواده و برای فرزند او. اسکاتلند یکی از بهترین سیستم‌های حمایت از قربانیان در اروپا را دارد که می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد. اما خانواده‌ای که ما با آن ملاقات کردیم، عذاب قربانیانی را بازگو می‌کند که در اتحادیه اروپا با مصیبتی مواجه شدند. این مورد مربوط به مرگ یک مرد از ادینبورگ است که در ماه اکتبر گذشته در اسپانیا فوت شد. کریس لینسه بعد از گذراندن یک شب با همکاران خود در کاستا دل سول با صدمات شدیدی در خیابان پیدا شد. خانواده او از سازمان حمایت از قربانیان اسکاتلند درخواست کمک کرد تا تحقیقات رسمی در اسپانیا صورت گیرد و این پرونده بسته نشود و در مورد مسائل اداری، زبان و غیره پشتیبانی شوند. قبل از مرگ، کریس لینسه به کارکنان بیمارستان گفته بود به او حمله شده است، اما خانواده هیچگاه پاسخ رسمی دریافت نکرده است. واقعا ویرانگر است. سعی داریم این واقعیت تلخ را بپذیریم، اما هنوز هم نمیتوانیم این کار را بکنیم، چرا که هنوز نمیدانیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است و حتی اگر دریابیم چه رخ داده، باز هم خیلی از این سیستم و این همه انتظاری که کشیدیم عصبانی هستیم. تا هنگامی که این مسئله ادامه دارد نمیتوانیم به زندگی خود فکر کنیم. هنوز باید تلاش و مبارزه کنیم تا دادگاه این پرونده را باز کند و درباره آن تحقیق کند و هر چه زمان بیشتر میگذرد شواهد و اطلاعات کمتر خواهند شد و مردم فراموش میکنند. یک دوست خانوادگی هم که وکیل بازنشسته ای است به آنها کمک میکند و سازمان حمایت از قربانیان اسکاتلند هم اقدامات خود را در اسپانیا ادامه میدهد. در اروپا همه باید به سیستم نگاه کنند و به قربانیان و به افراد نزدیک و پدر و مادر آنها گوش دهند و سعی کنند تا این سیستم را بهبود ببخشند و آن را آسان تر کنند، چون واقعا سیستم وحشتناکی است. هیچگاه متوقف نمی شود و همیشه و هر دقیقه با شما و در ذهن شماست. اما اگر تا حدی مورد حمایت قرار بگیرید و دستگاه قضایی کمی ساده تر عمل کند، به نظر من کمک بسیار بزرگی خواهد بود. اما چه کسی پاسخگوی قربانیان است؟ در اسکاتلند با اینکه پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است، با این حال قانون جدیدی در حال تدوین است تا مجرمین هزینه و غرامت بیشتری برای کمک به قربانیان بپردازند. در سطح اروپایی هم اقدامات گسترده‌تری صورت می‌گیرد. به زودی قانون جدیدی به تصویب خواهد رسید تا همه شهروندان اروپایی از حمایت و پشتیبانی‌های یکسانی در سراسر اتحادیه اروپا بهره ببرند. در حال حاضر این قوانین یکپارچه نیستند، به ویژه در مورد قربانیانی که در خارج از کشور خود با مشکل مواجه می‌شوند. اول از همه اینکه نظام قضایی اغلب کشورها نیازهای واقعی قربانیان جرایم را به خوبی ارزیابی نمی‌کند. این مسئله جدیدی در بسیاری از کشورهاست. مشکل اساسی برای افرادی است که قربانی جرایمی در خارج از کشور خود قرار می‌گیرند و درکی از سیستم قضایی آن کشور و زبان آن ندارند و اغلب به مترجم هم دسترسی ندارند. بنابراین شرایط وحشتناکی است که در جایی به غیر از کشور خود قربانی جرم باشید. کارشناسان میگویند اجرای این تغییرات در سراسر اروپا کار ساده‌ای نخواهد بود و از سوی به اتحادیه اروپا مربوط است تا به روش‌های خود بهبود ببخشد و از سوی دیگر به توانایی و منابع مالی مربوط خواهد شد. یکی دیگر از کشورهایی که در حال انجام چنین اصلاحاتی میباشد لیتوانی است. حمایت از قربانیان تنها به نفع اتباع در خارج از کشور نخواهد بود، بلکه همه ساکنان کشور باید از بهبود سیستم بهره مند شوند. مقررات ویژه‌ای از قربانیان خشونت‌های خانوادگی پشتیبانی خواهد کرد. در این پناهگاه زنان آسیب دیده از چنین پیشرفت‌هایی استقبال می‌شود. پرجوی بیویو نسکدنگی گرسینو
در ابتدا می ترسیدم و وحشت داشتم که شکایت کنم، چون می ترسیدم آنها فقط بگویند خب این یک مادر است و بچه دارد، گناهکار اوست. چون در لیتوانی اغلب چنین اتفاق می افتد، زنان نسبت به مردان بیشتر گناهکار هستند. خیلی می ترسیدم، خیلی ناراحت و عصبانی بودم، اما سرانجام تصمیم خود را گرفتم و با پلیس تماس گرفتم و از آنها خواستم من و فرزندم را از خانه دور کنند. به کمک روحی و روانی نیاز داشتم. Tiek kiek vaikam, tiek pačiai man. رئیس این مرکز از اهمیت کمک‌های اجتماعی به قربانیان و همینطور پیشگیری و آگاهی رسانی می‌گوید. بهترین مثال در مورد یک راه حل مؤثر وجود مراکز پناه برای زنان نیست. نکته مهم این است که تحقیقات به سرعت انجام شوند و دادگاه به سرعت برگزار شود و از تمام راهکارهای قانونی برای مجازات مجرمان استفاده شود. افکار عمومی باید از این مسئله آگاه باشند که خشونت در درون خانواده مشمول مجازات‌های سنگین است و در این مورد هیچ گونه مسئولیتی وجود ندارد. لیتوانی میگوید قوانین جدید اتحادیه اروپا تغییرات مهمی در سیستم قضایی این کشور به وجود نمی‌آورند، چرا که این مقررات در مورد قربانیان در حال حاضر وجود دارد و دولت مدعی است که اولویت‌های بروکسل را مد نظر خواهد داشت. اما کارشناسان قضایی بر این باورند که پیشرفت‌های زیادی باید صورت گیرد. در واقع با توجه به کمبود امکانات، مشکلات عملی پیاده سازی قوانین وجود دارد و باید اعتراف کنم که خیلی اوقات هم فقدان مهارت‌های حرفه‌ای برای حمایت و همراهی قربانیان مشکل ساز است. این چالش بزرگی برای تمام افرادی است که با این مسئله روبرو می‌شوند. بسیاری از متخصصان می‌دانند که تنها داشتن روش‌های قانونی مناسب کافی نیست. یک دادستان لیتوانی از اهمیت احترام به قربانیان صحبت می‌کند. قربانی یک جرم در واقع بیشتر نگران رفتار محترمانه است که با او انجام می شود. او بیشتر نگران حفظ شأن و منزلت خود است تا حکم نهایی دادگاه. ابراز همدردی با قربانی و توجه و احترام به او نکته بسیار مهمی است، اما این مسئله یک مشکل واقعی در لیتوانی است. احترام و عدالت پیام کلیدی برای همه قربانیان است.